مهموریت دارند که ایران را به نابودی ببرند. خب میبرن دیگه ولی من میستم که این خواهد ایران در زمین ما هست ما آبا <تصفيق> <تصفيق> که سر از یک آب و سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابا نمیخواه همه تایی دوریتان بد خدا همه بهشتی کان جام می بیار کردی بهشت کرد جهان را بهشت وار علیرضا نوری همچنان در استودیو ایران فردا در لس آنجلس سه شنبه اول اردیبهشت ماه 21 و آوریل به شما سلام مثل همیشه شعر خودم رو نخوندم یه بیت خوندم از یک قصیده ی قررا. داستانش هم براتون بگم معلمی داشتیم ما در کلاس دهم ده نه به نام آقای رستم آبادی آقای رستم آبادی معلم هندسه بود اما در عین حال ادبیات هم خیلی خوب میدونست در نتیجه هم هندسه درس میداد به ما هیچ وقت یادم نمیره گچ رو میگرفت با یه نخ دایره میکشید بسیار زیبا و ایشون فارسی هم درس میداد رسیدیم به این شعر زمانی هم بود که این قصیده ها رو من حفظ میکردم پشت هم اومد گفت دونه دونه بچه ها رو صدا زد که اینو بخونید این کردی بهشت کرد جهان را بهشتوار به این صورت نوشته شد بود که الف واف کر دی بهش در حالی که به نظر من واف رو نباید میذاشتن و بیست و دو سه نفر این شعر رو خوندن به غلط یعنی اولش رو درست میخوندن بعد اینجوری میخوندن مثلا کو را به بهشت کرد خب واو داشت بعد کاو را بهش حالا انواع اقسام چیزهای دیگه یه وقت یادم هم کلاسی داشتیم کلاس شیش ابتدایی مدرسه جان تربیت آقای مسیان اومد گفت خدا حفظش کنه چه مرد نازنینی بود گفت بخون گلستان رو شروع کن گفت منت خدای را از او جل منت خدای را از او بجل. بعد رسید به اینجا که هر نفسی که فرو می رود ممد در حیات است گفت هر نفسی که فرو می رود محمد در حیات است نوه یکی از خوانین بزرگم بود آقای مسیان گفت برو تو حیات محمد در حیات است تو هم برو دنبال محمد حالا سر این شعرم طولت من این رو حفظ بودم آقای رستم آبادی گفت و اومدیم این قصیده قلرای چلپنجاه بیتی رو خوندیم و فهم کنم امیر معزی بود حالا دقیقا یادم نیست و خیلی ایشون من تشویق کرد گفتم ولی این غلط نوشته شده که او رو نباید کاو اینجوری بمیسن بعد کردی بهش که اردی بهشت به هر حال بحثمون خیلی جالب بود باری تو این روزا آدم یک مطلب و مقاله درست حسابی میخونه واقعاً دور از هوچیگری دور از عوامبازی خیلی جالب مقاله حسین قاضیان استاد جامعه شناس نازنین نوشته که در سایت بی بی سی به چاپ رسیده با عنوان وقتی به ناموس ملی ما بر میخورد قصه دو جوان رو نوشته دو جوانی که مورد تعرض قرار گرفتن و اشاره میکنه که این داستان عرب ستیزیه نگاه کردن به یک قومی با فرودستی احساس بگردم اونا فرودستر از ما هستند و میگوید که در دورنج خانواده و اینا به کنار جنبه ملموس و عینی داره اما در نظر مردمی که از دورتر با موضوع سر و کار پیدا کردن آنها صرفا دو جوان نیستند که مورد تعرض قرار گرفت تعرض جنسی قرار گرفته باشند اگر این بود باید در برابر همین تعرضات که لاقل در مدارس ما اتفاق افتاده و گزارش شده هم در همین حد به تکاپو و تقلا می افتاده. آنچه در این مورد مردم را میشوراند این است که در پیشگاه ایشان مرتکبان این تعرض بیگانه هن. نه فقط بیگانه هن که بیگانه فروتر و پستر هم به شمار می آیند و نه تنها بیگانگانی فرومایه که به گذشته طلایی آریایی این قبیل مردم هم تجاوز کردند و حاصل این تجاوز میراثی است به نام اسلام که گریبانشان را گرفته است خیلی قشنگ قاضیان تحلیل کرد من یه موردی براتون بگم در طول تاریخ شاید کمتر ملتی به اندازه ملت ایران در معرض تعرض قرار گرفته به قول میبودی اگر پنجاه سال ایرانیا در برابر هر تعرض مقاومت نمی ما مخف شده بودیم اون داستان دو قرن سکوت رو که ها دکتر زرینکوب بعد از حمله عرب بهش اشاره میکنه یکی از همین موارد اما بگذارید من چند نکته مهم رو بگم اسکندر به ایران حمله میکنه سلسله هخامنشی رو نابود میکنه ایران رو مسخر میکنه ما اسم بچه همون امرو میذاریم اسکنده مغول ها میان با چه جنایاتی ویران میکنن ایران نابود میکنن اسم بچه رو میذاریم چند بگیم تیمور اسم بچه رو میذاریم چنگیز هلاکو اونا هم رو بودن به ایران هم بکردن قزنوی می رو میریم میزیم جز سلاطین ایرانی ولی چه کردن سبکتکین اسم پدر محمود رو رو بچه هامون میذاریم قوزان سلجوقیان هم که اومدن در حال از اون بر اومدن و اقوام ایرانی نبودن حالا نفرتی که نسبت به عرب ها دامن زده بهش میشه این خیلی خطرناکه من بارها اینو اینجا گفتم <تصفح> تو این چند روزه یه مجموعه به نام نمیدونم گروه آزادی بخش اهواز در هلند جلسه گذاشتن و شعارها و مطالبی میگفتن پشت من لرزید با دوستانم در حزب تضامن دموکراتیک اهواز صحبت میکردم اونا بچه های خیلی منطقی هن، معقول هن. اونا صحبت از جدایی نمیکنن این آقایون در اونجا شعار میدادن هشتاد سال از اشغال عربستان گذشته اشغال یعنی انگار خوزستان جز سرزمین ما نبوده ما رفتیم اشغالش کردیم اشغال بدتر از اسرائیل به فلسطین آی خامنه ای نکن جمهوری ولایت شما به پایانتون رسیدید امروز نه فردا نه پس فردا میرید اما این بلا و فتنه ای که شما عامل شدید دودش تو چشم وحدت و همبستگی ایران میره شما میری تو یمن انگولک میکنی اینا میرن جلو سفارت ایران در هلند وامیستن شعار میدن شما میری جلو سفارت عربستان وامیستین فوش میدید ناسزا میگی تهدید میکنید اونا میرن جلو سفارت ایران میستن یک ذره اگر درایت و ارق ملی و عشق به ایران در وجود اهالی ولایت فقیه بود این کارهای احمقانه رو نمیکردن یه یا آقای اونجا اومده بود چفیه گالم سرش گذاشته بود و لباس عربی و بله محمره و نمیدونم عربستان محتلن عربستان اشغالی خیلی تلخه و اینجاست که میگم می اینا تاریخ هم نمیخونن این احالی ولد فقی آقا چون آقای خزعه برادرش مزعل جد و آبادش خراج گذار پادشاه ایران بودن به معنای دیگر استاندارانی که از سوی پادشاه ایران تعیین میشدن. آقای شیخ خزعل یه روابط غیر قانونی و نامشروع با انگلیس ها برقرار کرد رضا شاه رفت به این روابط خاتمه داد و خوزستان رو همونجور که جزئی از وطن بود در وطن موند حالا میگن آقا اسم اینجا در قبلا که ایران ممالک محروسه بوده اسم اینجا بوده عربستان بعد اومدن اسمش رو تبدیل کردن به خوزستان <تصفح> به نظر من عربستان اسم حدیثه چون شما تاریخ رو که نگاه بکنید خوز و خوزستان این ولایتی بوده از زمان هخامنشیان بوده تازه من سر اسم دعوا میکنم و به نظر من نباید دعوا بکنیم اهالی یه منطقی به یه اسم تاریخی علاقه دارن باید داشته باشن ما نباید چونه نخیر اگر مثلا اسم اینجا عوض بشه این از ایران جدا میشه نه اگر آدم خواستهای اون مردم رو در چارچوب خواستهای قانونی به عنوان شهروند ایرانی نپذیره به جدایی دامن زده ایران یه موقعی خیلی ضعیف بوده شما تو طول تاریخ میخونید ایران واقعا ضعیف بوده زمان احمدشاه قاجار قبلش در دوران دیگه کی عربای ایران خواستن از ایران جدا بشن هیچ وقت حتی میگم زمان آقای خزعل خزعل پیغام به ممتسم میرزا میداد با مدرس ارتباط داشت با رجال ملی ایران ارتباط داشت قسم نامه براشون میفرستاد پس خود رو طبعه ایران میدونست خود رو یک ایرانی میدونست گذرنامه ایرانی دستش بود این بی لطفی میکنن این آقایون چون حالا رژیم جمهوری ولایت این کارا رو میکنه شما برای اینکه مثلا بگید که خیلی عربید باید بیاید این حرفا رو بزنید نه شما عرب ایرانی هستید شما فرزندان کسانی هستید که 35 سال پیش جلو صدام حسین ایستادن برادران شما شهید شدن فرزندان شما شهید شدن در راه دفاع از خاک وطن نه دفاع از خمینی نه حتی دفاع از مذهب بعد یه اتفاق دیگری افتاده میگن آقا در خوزستان در مناطق عرب نشین یک موج تغییر مذهب به وجود اومده که از تشیع به تسنن میگروند اختیار مردمه اگر کسی قانع شد به اینکه مذهب دیگری رو باید اختیار بکنه به کسی ربط نداره تازه هر دو مذهب مذاهب اسلامی اند دیگه این مسئله نیست که طرف مرتد شده چون رفته مسیحی شده مثلا اونم به نظر من حرف بی ربطیه در قرن یکم انسان ها باید آزاد باشن مذهبشون انتخاب کنن آقای اوباما پدرش مسلمون بوده اگه مطابق این عادات و تقالید و این نوع برداشته باشه ایشون پس الان مرتده باید گردن زده بشه اینجور که شما ها میگید هم چیز درست نیست انسان اختیار داره مذهب خودشو خودش, خودش انتخاب بکنه اگر عقلش رسید این هم اسباب نگرانی نیست بعضی ها نگران شد آقا خوزستانی شیعه داره سنی میشه چند درصد میشن تازه بشن چه اشکالی داره مگه رژیم دائم تو بوق و کرنا نمیزنه که در سودان شیعه شدن با 5000 دلار در نمیدونم بورکینافاسو هفتاد تا شیعه بودن الان هفتاد و ست تا شدن زنده باد پونزه هزار دلاری که بهشون دادیم ولی صبح تا شب تحریک کردن و علیه عرب ها حرف زدن یه روز علیه ترکا یه روز علیه پاکستانیا یه روز علیه افغانها آقا ما نژاد برتر نیستیم مگه ما فاشیستیم که این حرفا رو میزنیم کی گفته ما نژاد برتریم برتری انسان ها در عمل کردشونه در اندیشه شونه ایرانی میتونه به خودش بباله که این همه شاعر ادیب نویسنده شخصیت علمی داره اون جای بالندگی داره ولی بله خب اونا هم دارن ما میگیم شاملو داریم اونا هم میگن ما نظر قبانی داریم ما گوگوش داریم اون میگن فیروز دارم نباید این حالت کینه ب... 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده چه ربطی داره به همسایه عراقی ما چه ربطی داره به ابو محمدی که تو اماراته چه ربطی به اون داره مگه اون اومده ایران رو گرفته و اشغال کرده و تعرض کرده به ملیت ما ابدا این اتفاق تاریخی در برابر تاریخ باید مسامحه کرد شما نمیتونید برید ریشه تو اروپا چهار قرن اینا با هم جنگیدن چقدر فرانسوی به دست انگلیسی و بالعکس کشته شده چقدر اروپایی رو آلمانیا کشتن در همین یونان که همین روزا به وقت بحثش شد در لهستان چقدر کشتن در روسیه در تمام کشورهای اروپای شرقی ترکای عثمانی چقدر آدم کشتن یه صحنه لورنس یادتونه حاکم عقبه به رو... لورنس تجاوز جنسی میکرد که همیشه این روی لورنس تاثیر گذاشت تا پایان عمرش حاکم عثمانی بود پاشا بود فکر میکنم خوز, خوز فرر بود که بود نقشش رو بازی میکرد قرار اینه که ما نباید باورتون نمیشه من یه کتابی دارم میخونم که سعید رهبر درست کرده سعید در سوئد زندگی میکنه یا چپی هم بود و الان خیلی آدم معتدل و منصفیه اومده مجموعه از سفرنامه ها رو در ورده که خارجی که به ایران اومدن نوشتن بعضیاش به دوران نادر دوران صفوی است باور کنید بعضی چیزهایی که این سفرنامه نویسا سفرا غیره نقل کردن از ما ایرانی ها آدم شرم میکنه اسباب خجالته ما الان میایم گردن زدن داعش رو مضمون میدونیم می دونید وقتی ایرانیا زمان آقا محمد خان به تفلیس رفتن چیکار کردن چند هزار نفر رو گردن زدن میدونید نادر به هند رفت چی کار کرد سلطان محمود غزنوی در شبه جزیره کاتیوور چی کار کرد ما به اینا میبالیم سلاطین جهانگشای ما بودن چقدر گردن زدن نادری که دوستش دارم و دوستش دارید به صرف یک سوء زن ساده پسرشو کور میکنه بعد پشیمون میشه چهل نفر از همراهاشو کور میکنه گردن میزنه مردانگیشون رو مقتوع نسلشون میکنه این کار رو ما هم کردیم پس خودمون رو نژاد برتر ندونیم ما تنها دورانی که برامون افتخار برانگیزه در این چند قرنه یکی دوران شاه عباسه که در اون زمان هم کارهای فجای زیاد شده که حالا من اون کتاب و بعد تو لندن تو برنامه چند فصلش رو خواهم خوند براتون و یکی این پنجاه هفت ساله این پدر و پسره کی بود میگفتی روز خب اگه این پدر و پسر نبودن خب حالا نگاه کن ما چجوری لباس تنمون بود چیزی فراتر از اه پاکستانیان نبودیم یا حالا اونم به عنوان تخیرشون نیست به عنوان اینه که به هر حال پاکستانی ها دوچار فقرن مشکلات دارن برنامه اوزاشون بده ولی اون لباس های اون شلوار ها اون کلاه ها و اون, اون مدل ها و ما اومدیم به شیوه امروزین در آمدیم به قول دکتر صادق زیبا کلام این شجاع مرد این استاد شجاع به حسین بازجو و دیگران میگفت اون لباسی که تنتونه از صدقه سر رضا من باز روی این مسئله تاکید میکنم نفرت قومی رو دامن زدن کار بسیار خطرناکی است و باز هم میگویم همسایگان ما سوئیس و اتریش و ایتالیا و جمهوری چک و فرانسه و بلژیک و هلند نیستن همسایگان ما ملت هستند که خب فرو افتادگی و سرفرازی های بسیار داشتن مثل خود ما شما تاریخ افغانستان رو بخونید احمدخان ابدالی اون مقاومت در برابر انگلیسا بعد همزمان با رزاشا امان الله خان چه اصلاحاتی در افغانستان دست بهش میزنه تا بعد بچه سقا یعنی یک ملا عمر میاد و خلاصه کابل رو میگیره آدم کشی چش در آوردن سر بریدن تا خوشبختان محمد نادرخان سفیر افغانستان در هند پدر محمد زاهر میاد و قبایل محمد زایی و اینا رو یگانه میکنه و میاد و این بچه سقاره میگیرن اعدامش میکنه هر جا رو شما نگاه کنید فراز و فرودا رو داشته آذربایجانی که از ایران جدا شده و حالا دو تا و نصفی موز بگیره کیجیبی علیوف الهام علیوف اومدن و ادعای بله آذربایجان جنوبی باید به شمالی این دوستان کردم و سوال ازشون میکنم چون میتونم این ازشون بپرسم به خاطر عشق و ارتباطی که داریم شما در حزب دموکرات کردستان کومله همه اینا در این اتحاد اقوام ایرانی نگاه کم دم اونجا نوشته یکی از این گروه هایی که عضو اونجا هست جنبش دموکراتیک آذربایجان جنوبی یعنی چه آذربایجان جنوبی یعنی چه آذربایجان جنوبی همون گنازبازا و نوکرای الهام علیوف اینا کسایین که ترکیب آذربایجان جنوبی رو راه انداختن آذربایجان آذربایجانه بخش شمالیش رو به زور از ایران جدا کردن دیگه نمیگم آذربایجان جنوبی این آذربایجان جزء خاک پاک ایرانه شعار نمیدم ملت برترم نمیگم ولی اون آذربایجان جزء ما بوده از ما جدا شده 25 میلیون آذری ایرانی بدن زیر بال 6 میلیون الهام علیوفی نه نه اینجوری نیست تازه تمام روشنفکرهای اونور نگاهشون به این بره اگه یه رژیم آدم تو ایران داشتیم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اینجوری اوضاع نمیشد مطمئن باشید ما وضع دیگری داشتیم به هر حال دردناک آدم این چیزها رو که میشنوه من از کردا میخوام که در اونجا صدارت دارن در این اتحاد در واقع اداره کنندشن با تجارب نشون اونجا جایگاه ویژه‌ای دارن نباید اجازه بدن که اساعه ادبی بشه به وحدت و استقلال و همبستگی مردم ایران رژیم نالایقه ما که باید حواسمون به این لاف چلتکه باشه و به برادران و خواهران عربم هم, هم, میگم عرب ایرانی عرب خوزستانی نباید شما هرگز اجازه بدید کسانی به اسم شما برن اربده جدایی سر بدن خوزستان اشغالی شما مطمئن باشید هیچ کشور عربی با این شعارا به شما کمک نخواهد کرد هیچ کشوری در منطقه خیال تجزیه ایرانم در سرش نمی پرورانه میدون چرا برای که خودشون هم شکنندن جامعه برومللی مجالی نمیده به کسانی که میخوان ایران رو تک پاره کنن ایران یک پارچه میتونه یک متحد خوب باشه حیف حیف که با یه مش آدم نادان سر و کار داریم این حرفایی که این روزا شنیدم آهای خامنه ای آخه این حرف بودی را که زدی دوباره به ارتش بله بره ارتش آماده باشه آماده باش که چیکار کنه با امریکا به جنگه لغمه یک ساعته پدر من جنگ یعنی چی این ملت هشت سال مصیبت جنگ و حداقل شش سالشو به خاطر شما کشید اولش هم این توطعه و برنامه ریزی شما بود که اون دیوانه تکریتی رو وسوسه کرد که به ایران حمله بکنه شما بودین آقای محمد مدرسی از خونه خمینی زنگ میزد به محمد باقر صدر که آقا کی می جنبی؟ در دفعه اینو گفتم شما کردید شما زمینه رو ایجاد کردید در حال بسیار مسئله تلخ و دردناک است وقت نگاه کنید این خبر رو که دیدم آخه دردناک آقای جیسون رضاییان کاخ سفید آمریکا گفته که تمام این اتهاماتی که به ایشون زدن پوچ و بیهود است واقعیت هم همینه اتهامات جاسوسی یه روزنامه نگار کاخ سفید گفته تمام این اتهامات بی اساسه خبرنگار واشنگتن پست بوده چه ربطی داره این اتهاماتی که به او زدن و اسباب تاسفه سخنگوی وزارت خارجه گفته فورا باید این اتهامات رو باطل کنه دولت امریکا گفته که لیلا اکسان وکیل مدافع خبرنگار زندانی واشنگتن پست گفته است که قرار است موکلش به اتهام جاسوسی همکاری با دولت های متخاسم جمعوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محاکمه شود واقعا شرم بر این دستگاه عدالت یه خبرنگار واشنگتن پست جمعوری اطلاعات چی رو میکنه شما رنگ زیر پیراهنیتون و زیر شلواریتون رو اینا میدونن چیه براتون گفتم من خودم مشاهده کردم ستلایتی که چرا داشت در کامپاند آذربایجان آقای خامنه ای نگاه میکرد درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم و در خدمتتون باشیم لبخندن میونه خواب و بیداری با هم با من به این یه مشترک داری هنوزم باورش سخته که تو, تو اینجای جای بیوقفه حالا دنیای من با تو همین جا زیر این سمفه تصویر همین دیدار جهان یک لحظه ما کش بر تا که چشمات تو تووا کردی غمای توی قلبم بود تو رو دیدم خدا خندی من از عشق تو از کردم با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم تو رو دیدم خدا خندی از عشق تو حس با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عباس کردم زلب خندن میونه خواب و بیداری با هم با من به این رونا. یه حس مشترک داری هنوزم باورش سخته که تو اینجای بیوقته حالا دنیای من با تو همین جا زیر این سقفه با تصویر همین دیدار جهان یک لحظه ما تش برد تا که چشما تو ما کردی غمای توی قلبم برد تو رو دیدم خدا خندی من از عشق تو از کردم با تو من کل دنیا خندی من از عشق تو پس کردم با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه کردم با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم خب بریم سر خبرهای مهم ببینیم چه اتفاقاتی در این جهان رخ میدهد اتفاقات جهان فقط اظهارات آقای خامنه ای نیست یمن اوضاع اصفباری دارد اصابت یک راکت به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی اعتراض جمهوری اسلامی رو برانگیخت آقای حسین امیر عبداللهیان گفتن که معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه گفتن که به کاردار سعودی اعتراض کرده گفتش که چرا باید سفارت جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره رفتی تو خونه مردم آشوب بپا کردی و هم نجشو بکش خیلی قضیه سادت دو دو تا چار شما وقتی میرید در یک کشوری و یک گروه اقلیت کوچک رو حمایت میکنی موشک بهش میدی آموزشش میدی یادش میدی چجوری بمب بسازه به جای که یادش بدی چجوری کتاب بخونه یادش بدی که قاط و تو لپش نذاره این بده سرطان دهان میاره سرطان زبان میاره بعد اعتراض میکنی که ای داد ببری مال مسلمان رو چون مالت ببرن داد و فریاد براری که مسلمانی نیست نمیشه لبنان رو مختل کرد نتیجه چی شد دیروز در لبنان سری اول سلاح هایی که فرانسه فروخته با پولی که سعودیا دادن سه میلیارد برای خرید اسلحه سری اول رو دادن یه سری ماشین بود و زره, زره پوش بود و بهشون قرار موشک بدن رادار بدن هلیکوپتر بدن هواپیمای بدون سرنشین به سه میلیارد دلار. که در واقع حزب الله نتونه بگه نه ما از لبنان حمایت میکنیم این همه نتیجه شماست لبنان احتیاج به سه میلیارد دلار اسلحه نداشت سه میلیارد دلار میتونست ده مدرسه اونجا برپا کنه کشوری که روزی پاریس خاور میانه به پایتختش بود چرا باید به خاطر حزب الله و این دکانی که شما اونجا درست کردید دائم دلش بلرزه هفت ماه رئیس جمهور نداشته باشه و واقعا واقعا دردناکه لبنان یک کشوری است که مثل خود ایران قابلیت‌هایی رو داره علا رقم این که حالا نفت تو مدیترانه پیدا شده ولی قابلیت اینو داره که به عنوان پایتخت مالی منطقه باشه چرا باید لبنان عذاب بکشه به خاطر که حزب الله اونجا هست و نیروهاش و تو سوریه به حمایت یک رژیم جنایتکار که هزاران تن از مردمش کشته در طول 24 ساعت گذشته در یمن اتفاقای مهمی افتاده اولا مطابق اظهارات سخنگوی طوفان قاطع آقای سرتیب اسیری تمام مراکز موشکی حوسی ها بمباران شده علی عبدالله ساله حرف جالبی زد گفت بله این ارتشا ارتشا من نیستن حوسی ها بر اونا مسلطن ولی واحد های زیادی از ارتشی ها به ارتش قانونی پیوستن یعنی به نیروهای دولت در عدن موفق شدن بخش های وسیع رو پاک کنن کاخ ریاست جمهوری رو آزاد بکنن همینطور کنسولگری روسیه رو آقای پوتین دو دوزه بازی میکنه دیگه ولی خب اینجا نتونست این کارو بکنه سعد حریری به عربستان رفت و البته اونجا خونه داره بیشتر در ریاض زندگی میکنه با پادشاه سعودی ملاقات کرد و گفت که لبنان سپاسگزار از این کمکی کردی تو پاکستان هم خیلی جالب بودیه دیر افتاده بودن و تظاهرات میکردن و در حمایت میکردن از عربستان سعودی البته جمهوری اسلامی هم گروه تنفیز فقه جعفری رو داره اونا رو آقای ساجد نقوی این ساجد نقوی داستان خیلی جالبی داره یه خبرنگار آمریکایی رفت اونجا باش مصاحبه کنه ناگهان عاشق آقای ساجد نقوی شد آقای ساجد نقوی هم یک دل نه صد خلاصه رفتن گفتن اسلام عزیز اجازه داده که تا میتونیم بگیریم با این خانم آمریکایی ازدواج کرده ایشون هم شد مسلمان جمهوری اسلامی سوال آقا ما پول داریم بد میدیم با زن آمریکایی ایشون هم پیغام داده بود آقا اختیار داره. ما زن آمریکایی گرفتیم مسلمان شد و اومده رئیس دفتر مقام معظم رهبری که زن انگلیسی دارن ایشون چی میگن آقای محمدی گلپایگانی خلاصه ساجد نقوی مدت مورد غضب بود تا بعد بالاخره وساطت کردن و ایشون رو بخشیدن و گفتن که نه توبه کرده و حالا همسر آمریکایی رو طلاق داد یا نداد نمیدونه پاکستان و چین خب پاکستان و چین از قبل روابط بسیار نزدیکی داشتن در پروژه اتمی پاکستان چینی ها همکاری کردن باش اخیرا یک برنامه اقتصادی برای انرژی و پروژه های زیرساختی به ارزش 46 میلیارد دلار با هم امضا کردن آقای نواز شریف با نخست وزیر چین رفته و یه همچی قراردادی بسته خیلی چیز مهمیه به نظر من در برگردم به یمن مطابق گزارشی که امروز دادن گفتن در کلیه یمن در تمام مجموعه سی درصد از خاک یمن در کنترل حوسی ها و نیروهای علی عبدالله صالح و هفتاد درصد خاک یمن در اختیار نیروهای دولتی و قبایل البته القاعده هم در بعضی جاها نقطه تمرکز و تکیه داره و در اونجا خب اعمال جنایتکارش رو ادامه میده داعش لیبی تعدادی از این خیلی دردناک بود خبرش رو دیدم که 28 اتیوپی مسیحی رو که کارگر بودن در لیبی گردن زدن مثل 21 مصری قبطی رو اتیوپیایی هم اغلب قبطی هن تابع کلیسای های قبطی هستن خیلی هاشو. و اسباب تاسف هست و خیلی خیلی دردناک وقتی اینا رو بیارن سر میبرن چه جوری اینا رو مینشونن و گردن میزنن این حیوانات داعشی واقعا تلخه خیلی متاسف شدم باز برگردم به یمن جنگ اصلی الان بین نیروهایی است که به عنوان مقاومت مردمی ازش یاد میشه نیروهای طرفدار رئیس جمهوری قانونی عبدالرب هادی منصور و اینا درگیری های بسیار شدیدی داشتن اه در خورمکسر در منطقه در نزدیک عدن و در اونجا موفق شدن که نیروهای وابسته به حوسی رو عقب برانه سایت المشهد الیمنی گفته که درگیری های دیگری هم در اطراف فرودگاه و محوده پادگان بدر در خورمکسر رخ داده و از سوی دیگر یک طرح مارشال عربی برای بازسازی یمن به جریان افتاده وزیر خارجه یمن آقای یاسین اعلام کرد که بلافاصله بعد از پایان یافتن عملیات نظامی یک طرح مارشال عربی برای بازسازی یمن زیر بنا رو ساختن برای آموزش و پرورش و بقیه مسائل مایحتاج یمنی ها به کار خواهد اومد یک مبلغ 260 یا 250 میلیون دلار دولت سعودی کمک کرده به یمن جزو همین برنامه قرار کویت امارات متحده بحرین قطر و حتی سلطانشین عمان در این پروژه شرکت کنه امیدوارم جنگ هرچه زودتر تموم بشه این خارتوهول آقای خامنه ای به نیروهای مسلح میگه که آماده باشید آقای پوردستان هم حرفای عجیب غریب میزنه آقا جان ما قبول داریم امامه رو بذار قشنگ به عنوان یه ملای حسابی بیچاره صالحی باید کی رو تحمل بکنه به عنوان فرمانده نیروی زمینی با سیاری فرمانده نیروی هوایی اینا یک شکل نظامی رو دارن ولی این آقای پوردستان درست این یا آخونده هیچ فرقی نمیکنه بله ایشون خط و نشان هم کشیده بودن حالا جوجه آخر پاییز میشورن داستان رو باید آخرش رو توجه کنیم آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان گفتن که به هیچ وجه افراد سپاه چه در مقام مشاور چه در مقام نیروی رزمنده در عملیات آزادسازی موسل شرکت نخواهند داشت همین تکریتو که اومدن کافیه بسمونه اونجا هم خیلی از عجیب غریبه مثلا تلاشی که داعشی ها کردن برای نفوذ در استان انبار در چند نقطه موفق بود به سوی بیجی رفتن پالشگاه بیجی که یکی دو بار دست به دست شده ولی نیروهای اراقی موفق شدن بیجی رو نگه دارن الان هم آقای بارزانی میگه ما در آزادسازی موسل نیازی به ایران نداریم نیازی به رزمندگان و رمب و قاسم سلیمانی نخواهیم داشت در اطراف موسل و در مناطقی که در واقع به خط بین خط ارتباطی بین المللی یا جاده بین المللی موسل مرتبط میشه نیروهای پیشمرگه یک حلقه ایجاد کردن به نوعی محاصره موسل آغاز شده تکرید همینجوری سقوط کرد نیروهای عراقی تکلیف رو محاصره کردن و طبیعتا داعشی ها در درون خونه ها و جاهای غیر نظامی مستقر شده بودن محاصره شهر باعث شد که سلاح بهشون نرسه مواد غذایی نرسه و شکست خوردن در موسل هم یه همچی به اجرا گذاشته خواهد شد و بدون تردید جمهوری ولد فقی و در این تر مشارکت نمیدن چون نمیخوان مردم موسل وحشت زده بشن که فردا از شر داعش راحت میشن گرفتار هادی الامری و اصائب الحق و قاسم سلیمانی میشن این هم یه مسئله قابل تعمل بود خبر دردان که دیگر رو هم که خب حتما همتون شنیدید و غرق شدن کشتی دیگری با 300 مهاجر در, در دریای مدیترانه وقتی نگاه میکنم وای چقدر دردناکه، چقدر دردناک بله اشاره میکنه که دفتر سازمان ملل اشاره کرده که از یک کشتی در آبهای بین درخواست تقاضای کمک دریافت کرده سه کشتی اونجا وجود دارند یکی که مسافران آن ها حال حامل 300 مسافر از کشتی و در حال غرق شدن است تا کنون دست کم بیستن جان خود را از دست دادند کشتی حامل 700 مهاجر در دریای مدیترانه نیست از پریشب گفتند که در حال غرق شدنه چقدر درد در بود تو خانه و زندگی رو میگذاری بانوی رو دیدم بچهش بغلش بود در کنار همسرش یه بچه شیرخواره و یه بچه سه چار ساله درون اون قایق در یه جای کوچک نشسته بودن می گریختن از سوریه از خانهشون از سرزمینشون سرزمینی که بشار اسد جنایتکار ویرانش کرده با کمک سپاه پاسداران و حزب الله هشت میلیون آواره سوری گزارش هایی که میخونید شما در مورد آوارگان سوری که در ترکیه هستند یا در اردن دخترکان جوانشون ده سال یازده سال دوازده سال به خاطر فقر بسیار به زنی میدن شوهر میکنن بعضا گرفتار فحشا میشن از برای چی؟ برای اینکه یک رژیمی میخواد بمونه میخواد بیدلیل بمونه آقا نمیخوان شما رو متنفرن مردم از شما شما به چه مناسبت به خاطر بقای خودت اینجور آدم میکشی خب دعای خیر سید علی آقا هم پشت سرش به آقای روحانی گفته بودن ایشون بشار مثل پسر ماست مثل مشتباس شما میخواهید که ما از مشتبا دست بکشیم دو تا سخنرانی جالبم بود یکی حسن نصر الله بود که اومد جیغ زد و اینا بعد عبدالملک حوسی که شایعه مرگش بود و غیره اومد 55 دیگه حرف زد چند تا نکته جالب بین این دوتا بود مثلا نسرولا دستشو اینجوری میکنه علامت میده خط و نشون میکشه و دائم در حال حرکت عصبانی میشه حوسی هم همین عدا رو در میورد نسرولا عرق میکنه پاک میکنه پیشونیشو عبدالملک حوسی هم همین کارو میکرد پیشونیشو پاک میکرد نسرولا مدایی ولی فقیه رو خیلی میکنه سخنرانی ازش پخش شد چند روز قبل در زمان آقای خمینی بود گفت ما نمیگیم ما اینجا جمهوری اسلامی برپا کنیم ما جزئی از جمهوری اسلامی ام یا مادر هستیم ما تابع ولی فقیهیم یعنی یه آدمی با یه مجموعه دوروبر خودش میخوان ملتشون رو نابود کنن و بشه تبعی ولی فقیه میخوام بگم چه حدی آقای نصر به وطن پرستی اعتقاد داره جنگ های با اسرائیل و غیرم به دستور اربابه ارباب سوری و ارباب جمهوری اسلامی میخوان بهره بگیرن میخوان امتیاز بگیرن بزر یه مردم لبنان کشته بشن یه دفعه فلسطینی هم نابود بشن کک اینا که نمیگه براشون اصلا مهم نیست بله آقای عبدالملک حوسی سخنرانی بسیار تندی کرد شدیدن به امریکا حمله کرد و ناسزا گفت و این در واقع نخستین سخنرانیش بعد از حمله سعودی ها به یمن بود جالبم بود میگفت که مردم یمن تسلیم خشونت نخواهند شد و آقا جان یه اسم دیگه یمنی ها خشونته همه مسلحن این قهات هم که میمکن تو نشعش آماده آدم کشی میشن بله میگه که رهبر حوسی ها میگه مردم یمن این خیلی جالبه هرگز تسلیم خشونت نمیشن شورشیان گفته بر همه ابزارها و گزینه های موجود مقاومت خواهند کرد آقای پوردستان هم که گفته حالا موشکاشون رو میرن بیرون میزنن عربستان رو داغون میکنه بعدم گفته که مشکل ما یه امر داخلی است و ما خودمون درباره سرنوشتمون تصمیم میگیریم مشکل همینجاست اگه تصمیم گرفته بودید کار به اینجا نمیرسید اگر پیام های جمال بین عمر رو گوش کرده بودید رضایت میدادید به شیشتا تا وزیر در کابینه به پنجتا وزیر به یه معاون رئیس جمهور کار به اینجا نمیرسید بله در این میان خیلی جالبه گفته که قطنامه روزی یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل غیر منصفانه هست چون شورشیان حوسی رو تحریم تسلیحاتی کرده ولی جالب اینه که علی عبدالله ساله متحد فعلی حوسی ها گفته که از قطنامه شورای امنیت برای پایان دادن به خونریزی استقبال میکنه اما این پایان دادن به شرطی و شروطه زمانی پایان میابد که حوسی ها های قارت شده رو به دولت قانونی برگردونه زمانی پایان میگیره که مناطقی رو که اشغال کردن بیرون بکشن و در تصرف دولت بگذارن بنابراین همین نمیشه بله آقای علی ساله استقبال کرده و گفته که بله این برای ما امید ایجاد کرده که شاید یک راه حل سیاسی برای یمن پیدا بشه حضور انورتون از بکنم دیگه از مطالبی که باید امروز بهش بپردازم حالا آدم وقتی در سفره از خیلی چیزا دوره اون چیزایی که خودم میخوام و همیشه در بابش بحث میکنم قاعدتا بعضی وقتا در دسترسم نیست و بسیار مشکله ولی خب انشالله برمیگردیم فردا دیگه در لندن در خدمت شما خواهیم بود و استودیوی ایران فردا در اونجا صحبت خواهیم کرد البته اینجا هم خیلی خوب بود سفر بسیار جالبی بود برای من دوستان عزیزم و دیدم همکارام و دیدم من اینجا بگم که آقای اسداللهی و خانم گردافرید برنامه رو در شکل جدیدی ارائه خواهند داد فکر میکنم آقای اسداللهی همین هفته برنامه جدیدش پخش بشه خانم گردافرید همینطور در یک فرم تازه خانم دکتر خزایی خب برنامه ویژهشون ادامه میدن و مسائل تازه رو مطرح خواهند کرد دکتر سیروس مشکی دوست و یار و همکار قدیم و ندیمم به جمع یاران ایران فردا پیوسته و ما به زودی شاهد برنامه های اوخواب یعنی میبینید دیگه برنامه ها رو و یه خبر خوبم براتون دارم ناصر پر عزیزم انسانی که چهل و سه چهار سال دوستیم ناصر رمان نویس درجه یک براتون گفتم دو تن یکی ناصر شاینپر و یکی احمد محمود احمد اعطای نازنی دو رمان بسیار جذابشون رو برای من فصل به فصل خوندن به خونهشون میرفتم میشستم احمد محمود برام میخون به خونه ناصر شاینپر میرفتم و او برام قصه سالهای اسقر رو میخوند فوق العاده بود ناصر مطالعاتی در تاریخ داره خیلی روی تاریخ تعمل کرده علاقه داره و قرار شده که برنامه ویژه هم برای ایران فردا درست کنه بنابراین اون برنامه رو هم خواهیم دید کم کمک میدید تعداد برنامه داره بیشتر و بیشتر میشه و خوشحالم که شما دوست دارید ایران فردا رو باورتون نمیشه در همین امریکا اده از این جوونهایی که تازه از ایران اومده بودن با من صحبت میکردم و میدیدم چقدر ایران فردا رو دوست دارن و ایران فردا رو میبینن بگذریم بر... ب... یه خبری هم دیدم برای من جالب بود که ماهواره مصباح که جمهوری ولاد فقی میخواست بفرسته با میمون یا ق... چی می سوسک با هرچی یا احمدی نژاد میدم با یکی از اون بفرسته با آسمان گفتند که در اتاق نگهداری می شود چون موشک حامل نداره اینا اسمش چیه می دونی اسمش چیه گوه آقا جان چارو بکن بعد منا رو بدوست آن نمیشه برو اول مسجدو بساز بعد مراسم ختم پدرتو اون تو بگیر اینا اومدن میگن ما آمریکایی مدول ماهنشین داشتن اینا هم میگن بله ما ماهواره مصباح درست کردیم که بفرستیم به فضا نکنید آقا ثروت مملکت رو برای این پروژه های خواب و خیالی نفرستی شما احتیاج الان شما هر چی بخواد با یه اجاره اندک براتون فراهم میشه اغلب کشورهای بزرگ دنیا همین کارو میکنن این جمهوری ولایت فقیه در مسئله اتمی 120 میلیارد دلار هزینه به گردن ملت ایران میگذاره و الان هم در اینجا میبینیم که چه هزینه گذافی شده برای که سفینه مصباح بسازن زمان احمدی نشاد وقتی فرستادن داستان خیلی دردناکی است میمونی رو فرستادن بعد شامپانزه ای رو بعد برگردوندن گفتن شامپانزه زنده بود در حالی که دوستانی که در اونجا بودن برای من گزارش دادن گفتن اینا دو تا شامپانزه بودن از هند آوردن یکی رو فرستادن اما اول مرد وقتی برگشت دومی رو آوردن جای اون گفتن شامپانزه زنده بود یه وقت یادتونه که عکسی گذاشتن در حال شلی که هفت و موشک با هم هستن بعدم معلوم شد فوتوشاپ بوده اشکال کارشون اینه اینا فکر میکنن دنیا نمیدونه نمیفهمه و همینجوری هر کد درشون بخواد میکنه اشاره میکنم به من که به پایان برنامه نزدیک شدیم و خب گفتش که بقیه شو دیگر در راه خواهیم بود و انشالله فردا به لطف پروردگار در خدمتون خواهم بود و برنامه هامون رو دنبال خواهیم کرد. ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برف بود علی رزا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپاره. ده نه من از ده سناو نه از اینم، نه زاو من از آن شهر کلانم که من ار ده نه من از ده سناو نه از اینم، نه من از آن شهر Oh no.